ای آقا باز روستازاده گرگانی. دروغ محض آقا. تبست به 30-40 سال پیش نیست. یه پیلیکان اومده. پیلیکان. در اینجا من وطنم را یافتم. در میانه قرن 18 اکتشافی در جنوب ایتالیا صورت گرفت و علم باستانشناسی را برای همیشه متحول کرد. خرابه های شهر باستانی پومپی از زیر خاک بیرون کشیده شد. این شهر در سال 79 پس از میلاد در اثر فوران آتشفشان وزوویوس نابود و زیر توده عظیمی از خاکسترهای آتشفشانی مدفون شد. خاکسترهای آتشفشانی پومپی را در زمان حیاتش نابود کرد، اما در دراز مدت از گزند زمان در امان نگاه داشت. بنابراین بقایای کشف شده در این منطقه از سال 1748 تا امروز بسیار سالمتر و دست نخورده تر از بسیاری از مناطق باستانشناسی دیگر در سراسر دنیا هستند. اما یگانه ترین وجه اکتشافات پومپی مردمانی هستند که جسدشان به همان صورت که از دنیا رفتند خشک و صلب شد و به آیندگانی نظیر ما رسید. تصویر انسانهای بینوایی که به حالت جنینی نشستند و در انتظار مرگ حتمی هستند جهان را به راستی تکان داد. این مومیایی های سنگی بدون داشتن منزلتی فرعونگونه به دست طبیعت جاودانه شده بود. در سال 1347 طی خاکبرداری برای ساخت و ساز در تپه های خیتریه تهران 350 گور باستانی کشف شد. این مقابر متعلق به حداقل هزاره نخست قبل از میلاد بودند و فوراً تصور همگان را درباره تاریخ ناحیه‌ای که امروز تهران می‌خوانیمش تغییر داده و دستمایه اولین مستند مهم پرویز کیمیاوی فیلمساز بزرگ ایرانی شد. پرویز کیمیاوی در سال 1318 در تهران متولد شد. در جوانی به فرانسه رفت و تحصیلاتش را در مدرسه فیلمبرداری لومیر و مؤسسه سینمای ایدک در سال 1345 تکمیل کرد. او تا سال 1347 در رادیو تلویزیون فرانسه دستیاری نمود و در بازگشت به ایران در سال 1348 تپه های قیتریه را ساخت. یا زامن آهو، پیمست پلیکان، مغلها، باغ سنگی، اوکی مستر، ایران سرای من است و پیر مرد و باغ سنگیش از آثار برجسته کیمیاوی هستند که یکی از ویژه‌ترین کارنامه های فیلمسازی را در تاریخ سینمای ایران داراست. آثار کیمیاوی بدون داشتن مرزهای مشخص بین گونه‌های مستند، تجربی و درام در حرکت است و به راحتی طنز و تراژدی را با هم در می‌آورد. بچه‌ها خوبه؟ الحمدلله. خوب. سلام علیکم. چیکار؟ اصلا شما به مرحمت شما. شما چطورید؟ خوب هستید؟ سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خوب هستید؟ خانواده خوب هستن؟ الحمدلله.
تپه های قیطریه مستندی بسیار کوتاه اما بشارت دهنده همه نشانه های سبکی است که بعدها کیمیاوی به خاطرش مشهور شد. اینجا قیطریه، اینجا قیطریه، ما با دنیای مردگان، با گمشدگان تاریخ در تماس هستیم. ما مبدت تاریخی من را تجدید میکنیم. حال دوران آزادی در قلب پر محبت خاک پایان میابد و آغاز اسارت است. چون زمستان در پیش بود، ما برای اینکه این قبور خراب نشن، اینا رو در روی سکو قرار دادیم.
پنهانکاری های چند هزار سالمون بالاخره اسیر شدی. نه نه آقا، فرار میکنیم حتما. خیال میکنی راهی وجود داره؟ به کجا؟ به کجاتون؟ به کجا؟ سردم نظر شما چی؟ به آفتاب قسم که ما خواهیم گریخت. گیر افتادی دیگه، نمیتونی فرار کنی. قرار تموم Thank you.
جدیدترین طرح‌های ما اکنون معرفی می شود. طرح کروی شکل با نقش خورشید. طرحی با سه تک، گرانبها و مخصوص مجالس مهمانی اجداد تهرانی ما. طرح زنبیلی شکل دو قلو. سرانجام گرانبهاترین طرح ما از تپه‌های قیطریه مربوط به 3000 سال پیش، طرح یک آبخوری با منقار بلند. اینجا قیطریه، اینجا قیطریه. تپه‌های قیطریه از همان ابتدا تکلیفش را با تماشاگر مشخص می‌کند. این یک مستند گزارشی ساده درباره یک یافته جدید باستانشناسی نیست و فیلمسازش هم ابداً مستندسازی معمول به شمار نمی‌آید. یک مستند گزارشی معمول درباره چنین واقعه‌ای احتمالاً در روایت خود ذوق‌زدگی عیانی داشت از کشفی نو. فیلم کیمیاوی اما با لحنی هشدار دهنده نشانه گذاری شده با صدای کد مورس آغاز می شود.
راوی فیلم با لحنی گرفته و غمگین میگوید: حال دوران آزادی در قلب پر محبت خاک پایان می‌یابد و آغاز اسارت است. این جمله در شروع فیلم رویکرد متفاوت سازنده فیلم را عیان می‌کند. تپه‌های قیطریه نه از دیدگاه مردمان امروز که از نقطه نظر مردگان از خاک بیرون کشیده شده روایت می‌شود. سیف‌الله کامبخش‌فرد، باستانشناس بزرگ ایرانی و سرپرست گروه حفاری و کارگرانش، میبایست در هر حالت دیگری قهرمانان اصلی چنین مستندی میبودند. کامبخش‌فرد شروع میکند به توضیح دادن و حرفش در جای عجیبی قطع میشود و دیگر هیچ وقت ادامهش را نمیشنویم. برای اینکه این قبور خراب نشن اینا رو در روی سکو قرار دادیم. در ادامه تصاویر خرابه‌های باستانی، حشره‌ای بی‌اعتنا به هیاهوی اطرافش و سپس کارگر روستایی خسته و بعد از آن پرنده‌ای در آسمان و اسکلتی روی صندلی مسافرتی نشسته می‌بینی. این تصاویر را نوای غمگین ساکسیفون همراهی می‌کند. محمد تهامی نژاد که در این فیلم دستیار کیمیاوی است می‌نویسد: ظاهراً کیمیاوی نسبت به نظم مخرب که از غایات تکنولوژی مدرن است بی‌اعتقاد است و همین بی‌اعتقادی آنارشیستی است که لحن فیلم را چنین سورئالیستی ساخته و آن را بی‌شباهت به مستند گزارشی معمول و بیشتر نزدیک به شاهکاری مثل عصر طلای لوئیس بونوئل می‌کند. اسارت بار بودن زندگی که در آغاز فیلم مطرح می شود حاوی سؤالی است که در آثار بعدی کیمیاوی نظیر په مثل پلیکان و باغ سنگی به تفصیل مورد کاوش قرار می‌گیرد. در حقیقت بیراه نیست اگر بگوییم برای قهرمانان غیر منتظره این فیلم ها در تپه های قیطری نیز معادلی وجود دارد، مثل جمجمه‌ای که فی نفسه صاحب شعور و وجدان نیست و تنها مشخصه‌اش هیبت عبرت انگیزش است. فیلمساز در این شی با کمک توهم سینما زندگی می دمد و آن را دارای وجدان می سازد. بدین وسیله روح شی در اختیار فیلمساز قرار می گیرد. اما این احتمالاً بدین معناست که به این صورت خود فیلمساز نیز جزو جدا ناشدنی نظم مدرنی قرار می گیرد که نسبت به آن بی اعتماد و بی اعتقاد است. این در اون مایه 4 سال بعد در فیلم بلند و بسیار مهم مغول‌ها. آقا جان، بابا جان، من که گفتم مغول ندیدم، من پنهون کردم، تو هم مجبوری با اونها باشی. آقا جان، آقا جان، ادامه شوخی تلخ کیمیاوی با جهان مدرن در صحنه درخشان دیگری نیز نمود پیدا می کند. ظروف سفالی، این ابزار سفر مردگان به جهان دیگر، همراه با موسیقی جاز به سیاق حراج های هنری تبلیغ می شود. طرحی با 3 تک، گرانبها و مخصوص مجالس مهمانی اجداد تهرانی ما. زمان ساخت فیلم بعد از دوران جنگ جهانی دوم است که با پیروزی جبهه متفقین پشت سر گذاشته شد و جهان رونق اقتصادی بی‌نظیری را تجربه می‌کرد. در آن زمان شاید انتقادهای اینچنینی از نظم نوین موجود کمی غریب به نظر می‌آمد، اما در جهان مغشوش امروز این نیش و کنایه‌ها معنی بیشتری دارند و از بصیرتی پیشگویانه حکایت می‌کنند. در پایان
کارگران حفاری بر مقابر سرپوش می‌گذارند و با همراهی قطعه رکویم موزارت صحنه را ترک می‌گویند. تمدن نو موقتاً دست از سر تاریخ بر می‌دارد و آرامش برای لحظه‌ای به مردگان باستانی باز می‌گردد. در این پایان بندی دوربین از قواعد سینمای حماسی تبعیت نمی‌کند و خبری از نماهای دالی و دوربین اوج گیرنده مثلا به سیاق پایان‌بندی های آثار میزوگوچی نیست. بدین ترتیب سرود مردگان با طلب رحمت برای درگذشتگان به پایان میرسد و از دل آن یکی از درخشان ترین مستندسازان در تاریخ سینما ایران متولد میگردد.